و امروز کارمون رو با بحث شیرین شیمی آغاز میکنیم. فقط لطف کنید حتما کتاب همراهتون باشه، وسایل نوشتن حالا هرچی هستش اونا هم همراهتون باشه، که صفحه به صفحه میریم جلو. یه سری توضیحات رو من میدم، اگر هم سوالی بود شما سوال میپرسید که انشالله دیگه با خیال راحت کارمون رو پیش ببریم که دوره کتاب رو انجام داده باشیم انشالله، و برای آزمون های پایان ترم آماده باشیم. خب هنوز ما شروع نکردیم، اصلی شروع کرده. آقای اصلی بفرما. سلام آقا، صدای منو دارید؟ سلام، بله بفرمایید. آقا من میخواستم یه سوالی راجع به امتحان یک شنبه که از فصل 13 و 3 بود بپرسم، میتونم؟ بله. آقا شما تو یکی از سوالای امتحان گفته بودین مهمترین عامل هوازدگی شیمیایی چیه؟ بعد 4 تا گزینه بود، یکیش آب بود، یکیش اکسیژن بود، یکیش کربن دی اکسید بود، اون یکیش هم الان خیلی یادم نمیاد. بعد توی پاسخنامه گفته بودین آب. آقا آخه مگه کربن دی اکسید نیست که به آب ترکیب میشه؟ بعد آقای اصلی و بچه های دیگه که احتمالا سوال اونا هم هست، سوال شما الان توی هوا کربن دی اکسید وجود داره؟ توی هوا بله. پس اینو قبول داری که در حالت عادی هم کربن دی اکسید وجود داره، حالا هوای پاک هست چه برسه به هوای آلوده مثل شهر ما که دیگه ماشاءالله. خب پس چرا اون هوازدگی اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه الان به شکل گازه و کربن دی اکسید به شکل گاز هیچ تأثیری نداره. ببین و الا این اتفاق یعنی هوازدگی شیمیایی باید خیلی سریعتر از هوازدگی فیزیکی رو رخ بده، به خاطر اینکه کربن دی اکسید هست توی هوا و خیلی راحت پس همه جا باید دچار هوازدگی شیمیایی بشه. این آب هست در حقیقت عامل اصلی، چه تو هوازدگی فیزیکی چه در هوازدگی شیمیایی، عامل اصلی آب هستش. حالا اون آب به شکل مختلف اثرش رو میذاره، اگر کربن دی اکسید بیاد توی آب حل بشه میشه اسیدی، و حالا اون اثری که مد نظر شماست رو میذاره، یا چیزهای دیگه هم به همین ترتیب. همونطور که آب توی زندگی ما هم نقش اساسی رو داره، اینجا هم به همین ترتیب تو هوازدگی هم چه فیزیکی چه شیمیایی نقش اساسی رو داره، و گاز کربن دی اکسید به تنهایی و به حالت گاز هیچ تأثیر، هیچ شاید کلمه قشنگی نباشه، ولی شاید تأثیرش 1% باشه. موقعی که توی آب حل میشه اون اثر رو میذاره. به هم خاطر چون ما مهمترین رو میخواستیم پاسخش آب بود. امیدوارم قانع شده باشید، سلامت باشید. خب بچه ها اگر سوالتون دوباره اینجوری هستش فقط خیلی سریع باشه که سلام آقا، صدای من میاد؟ برسیم چون میخوایم در حیطه آقا بخشی یک سوالا بود درباره ناپایدار بودن اتم، بعد بود 8 و 3. بعد اما دو تا جواب داشت، این سوال یکی 8 و 3، یکی 11 و 4. اما شما فقط 11 و 4 رو گفته بودین جوابش، 8 و 3 مگه ناپایدار نیست؟ بله بله یه 4.5 اما با 5.5 تا فاصله داره. 8 و 3 داشتیم ما، عدد جرمی 8 بود، عدد 3
اگر اینگونه، آره اگر اینگونه باشه من یه نگاه باید بندازم، چون خودم الان تو شک هستم. اون 11 و 4 که کاملا مشخص بودش، اما اینو شاید اشتباه تایپی انجام شده، چون من خودم که داشتم مثال رو می نوشتم یه همچین موردی رو حواسم بودش که این گونه نباشه. اگر این که شما می فرمایید باشه که در واقع حق با شماست، اگر عدد جرمی 8 و عدد اتمی 3 باشه میشه 5 تا نوترون و 5 هم که از 1.5 برابر 3 بیشتر. شما درست خواهش. آقا یه سوال هم بود راجع به بهترین دوا برای هوا زدگی. بعد گزینه درست شما گرم و مرطوب بودش، ولی خب اخیرا مثلا ساختن با اون یخ زدن ها که باید سرد و مرطوب باشه. ببینید ما وقتی میگیم بهترین حالت، باید همه موارد رو در نظر بگیریم، نه فقط یه دونه یخ زدنه. بعد اون یخ زدنه هم خدمت عرض کنم که توی کویر میدونی که اختلاف روز و شب خیلی زیاده، به طوری که روزهای خیلی گرم، شبهای خیلی سرد، حتی ممکنه دماش منفی هم بشه. پس اونجا هم اتفاق میفته. قرار نیست مثلا سیبری باشه که دما برسه به منفی 40-50 درجه، همین که به زیر صفر هم برسه آب یخ میزنه دیگه. بعد اون فقط یه حالته. حالت های دیگه چی؟ به همین خاطر بهترین حالت رو ما خواسته بودیم، بهترین دما رو، اونم آب و هوای گرم و مرطوب صحیح تر از بقیه گزینه ها بود. سلام آقا، سلام. خب با این سوالات که مربوط به آزمون قبلی بود، حالا با اجازه شما بریم کار خودمون رو شروع کنیم. امیدوارم تو این فاصله کتاب و وسایل نوشتن رو آماده کرده باشید و به سوال آقای فرجانی هم جواب بدیم و دیگه کار خودم رو شروع کنم. آقای فرجانی ها بسم الله. با کربون دی اکسید و اینا با کنه شده با آب، مثلا آب و سلام. سنگ رو بذاریم تو آب بله تغییری ایجاد نمی کنه. خب شما دیر به ما پیوستی، الان آقای اصلی هم فکر کنم همین سوال رو منظورش بود، اگر فکر نکنم فکر کنم همون مهمترین عامل هوازدگی شیمیایی منظورته. آقای فرجاد نیا منظورت همون مهمترین عامل هوازدگی شیمیاییه؟ خب من صدایش رو ندارم، پس توضیحات خودم بدم. گفتیم که آب عاملی هستش به عنوان اصلی ترین عامل که میتونه. سلام استاد، صدای من دارین؟ دیگه تو خودش چه تو هوازدگی. آقا شما قبول دارین اگه ما مثلا آب خالی و همونجوری که گفتین آمایم که عامل هوازدگی شیمیایی آب، اگه ما آب خالی و رو سنگ آهک بریزیم هیچ اتفاقی واقعا نمیفته. خب بس آقا آب خالی نمیتونه باشه به نظر من، مثلا یه چیز دیگه
یه هم قاطیش باشه. صدای آقای فرشاد نیا رو نشنیدم. آقای صداقت شما هم بفرمایید. سلام، بله اگه منظور شما آب خالص باشه آره، اما اگه آب ناخالص باشه چرا اتفاق نیفته؟ میفته بالاخره هر ناخالصی. ببینید وقتی که اولا که ما بحثمون بحث آب خالص نبود، یک، دو اینکه کربن دی اکسید خالی که اصلا نمیتونه، باز آب خالی یه ذره میتونه یه تغییر ایجاد بکنه، اما کربن دی اکسید خالی که اصلا نمیتونه. گفتم دیگه، بعد جواب اصلی هم دادم، همینجوری کربن دی اکسید تو هوا هست، پس قرار باشه تو هوا زدگی بشه که تا حالا همه چی باید دچار هوا زدگی شیمیایی میشد و حتی بیشتر از هوا زدگی فیزیکی. خواهش میکنم. خب فصل اولی کتابمون شیمی بود، مخلوط و جداسازی مواد، که اومدیم راجع به همگنها و ناهمگنها صحبت کردیم. فقط یه توضیح بدم، خیلی خوشحالی نکنید، شاید بعضی از اعضای خانواده هنوز خواب باشن، اونا رو دیگه بیدار نکنید. خب خیلی آرام باشید. با توجه به شرایط موجودی که این آقای کرونا برای ما ایجاد کرد، ما تصمیم گرفتیم که آزمونمون رو بر مبنای مطالب کتاب پیش ببریم، چون قراره که کل کتاب رو ما آزمون بگیریم در پایان. به همین خاطر تقریبا میشه گفت نصف کتاب رو ما مجازی درس دادیم. گفتیم خب حالا نمیشه نصف اونجوری با اون شکل، نصفش این شکل با این شکل، هرچند ما توی پاورپوینتمون هم مطالب اضافی رو آوردیم، توضیح دادیم و پرسش هم داشتیم، اما به خاطر اینکه یه ذره از این استرس شما شاید کم بشه، حتی شما که اصلا هیچ‌وقت استرس ندارید، خیلی آماده هستید همیشه، ولی خب من ترجیح دادم که مطالب رو فقط بر مبنای نوشته های کتاب پیش ببریم. یعنی چی؟ یعنی اون مطالب اضافه‌ای که ما گفتیم رو کاری باهاش نداشته باشیم، تحت عنوان معلومات عمومی داشته باشید، انشاءالله سالهای بعد لازم دارید به دردتون میخوره. پس بنای ما بچه ها فقط توی آزمون پایانی ها، توی آزمونی که قرار یک شنبه گرفته بشه و آزمون های دیگه این شکلی نه، فقط توی آزمون پایانی یعنی ترم دو، ما مبنامون فقط مطالب کتابه. به همه خاطر دوره امروزمون بر مبنای کتاب شروع میشه و روزهای بعد ادامه پیدا میکنه. پس دیگه راجع به مطالب اضافه ای که نوشتیم حاشیه کتاب لطفاً سوال نپرسید. عمدن کتاب گذاشتم الان اینجا جلوی خودم و جلوی شما و بهتون گفتم کتاب بیارید که با کتاب پیش بریم. لطفاً وقتمونو بابت اون سوال ها نگید. آقا فلان چیزی که گفتید میاد، آقا اونی که فلان نه، ببین شسته رفته گفتم، فقط مطالب کتاب آموزش و پرورش، اینو گفتم اول کار، دیگه از اون سوالات علکی نداشته باشیم. خیلی هم خوشحالی نکنید، بشینید کارتون رو انجام بدید. خب بریم سراغ مرسم، خودتون هستید.
همون متشکرم، سپاسگزارم، ممنون، خیلی قشنگ‌تر هستش. باشه یس و نو هم ما نداره. بیا اوکی، حالا می نویسن لجبازیه. اگه لجبازیه که باشه، من همون مطالب قبلی هم بیارم بیا آزمونم. خب شوخی کردیم بچه، کار رو شروع کنیم، وقت نداریم. آفرین، سپاس، خوبه. همونطور که گفتیم بچه ها، این گونه شد بحث ما، از اینجا شروع میشه. برخی از این مواد فقط از یک نوع ماده تشکیل شده اند، اما بعضی دیگر از این مواد، بعضی دیگر از دو یا چند ماده به دست آمده اند. شما خیلی دوست داشتید که بدونید مطالب مهم چه چیزایی هستند. ما اولا داریم با اجازه خودمون این کار رو انجام بدیم که شما دیگه روزه شکدار نگیرید. چشم، سعی میکنم من بلندتر صحبت کنم، ولی شما هم لطف کنید بلندتر گوش کنید. خب بعد اومدیم سراغ توضیحات بعدی کتاب، که گفتیم کتاب با توجه به این مطلب که اول کار گفته اومده، یه چند تا شکل اینجا باز ما گذاشته. با توجه به که من و شما از قبل بلدی میتونستیم جواب بدیم، اما خب حالا این گونه میریم جلو. دیگه بچه ها هی سوال نپرسید، قبلش بعدش فلان، همینه که من الان دارم خدمتون میگم رو لطفاً با من بیا جلو. باشه، الان اینجا این مطلبی که الان مشخص کردیم های اهمیته، اینجا دیگه چیزی نداره، میایم اینجا. خب اینجا تعریف ماده خالص رو برای ما کرده، موادی که از یک نوع، یک خالی غلطه بچه ها، یک نوع، ماده تشکیل شده باشه ماده خالصه، که اومدیم توی شکل یک گفتیم چی بچه ها؟ گفتیم در شکل یکمون نمک خوراکی خالصه، آب مقطر خالصه. درسته؟ چرا؟ چون یک نوع ماده هستن. البته کتاب هر دو مثالش گفتیم ترکیبه بچه ها، ولی خب میدونید که همه عنصرها هم یک نوع دیگه، پس عنصرها هم خالصن. یه وقت ما توی آزمون عنصر دادیم، نگید آقا فلان رفا، پس دیگه عنصرها هم همه خالصن دیگه. همه حالا به قول بعضی ۱۰۹ تا، به قول بعضی ۱۱۸ تا که ما وارد جزئیات دیگه نمیخوایم بشیم، همشون حالا چه فلز باشن، چه نافلز باشن، چه شبه فلز باشن، فرقی نمیکنه، همه عنصرها خالصن بچه ها، چون یه نوع هن. ترکیب ها هم خالصن، بازم یه نوع هن. شاید بعضی ها هنوز شک دارن آقا چطور ممکنه هم این آره، ببین یه نوع گفته، نه گفته یه نوع چی، که اونا یه نوع اتم هن، اینا یه نوع مولکول هن، ترکیب ها یه نوع مولکول هن دیگه، مولکول آب، مولکول نمک خوراکی، خب یه نوع هن دیگه، پس خالص هن. شک نکنید تمام عنصرها و تمام ترکیب ها خالص هن. درست شد؟ خب در ادامه ناخالص یا مخلوط رو هم توضیح داده، موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند. خب واسه که یه نوع نیستن دیگه، اونا رو بهشون میگیم مخلوط، بهشون میگیم ناخالص، که باز توی شکل یکمون آجیل یک ناخالصه، شربت آب لیمو یک ناخالص یا مخلوط هستش. درسته؟ و این تا چیز دیگه که شما میدونید یعنی چی؟ یعنی شما عنصرها و ترکیبها رو بذارید کنار، بقیه چیزها
همشون میشن مخلوط. آقای جهانی الماس که کربن خالص خالصه، اون که دیگه اصلا شکی توش نداریم که اون خالصه، اونی که دیگه هیچ مشکلی باش نداریم. خب پس اینا شدن بحث خالص و مخلوط ها با مثال هاش. خوب باید بلد باشی هم تعریفش رو هم مثالاش رو. بنزین اگر منظور شما مثل چیزهای دیگه فقط خالصش باشه که اسمش روشه دیگه، ما بهش میگیم خالص دیگه، یعنی هیچ ناخالصی نشه. ولی با توجه به اینکه میدونید که فرآورده‌های نفتی پالایش‌هایی هستن از هیدروکربن‌های مختلف، به همین خاطر ما بنزین رو مثل نفت و اینجور چیزا مثل گازوئیل و اینا رو مخلوط میدونیم. انشاءالله توی فصل 3 سال بعد نهم میخونید که برش نفتی بهشون میگن، مخلوطی از چند هیدروکربن رو میگن. پس ما بنزین رو ناخالص یا مخلوط مینامیم. خب توی شکل پایین هم که حتی خب خود را بیازمایید هستش، قبلا صحبتش رو کرده بودیم دیگه، با توجه به توضیحاتی که تو گفتی الان مس چیه بچه ها؟ پس شما درد نکنه. سکه بله مخلوط، شکر درست خالص، دوغ بله مخلوط. کتاب خواسته دلشون نشکنه یکی در میون اینجوری گذاشته، مثلا اون تصویر بالا که یکی در میون خالص و مخلوط بودن، این هم یکی در میان خالص و مخلوط بودن. خدا رو شکر اینجا مثل آورده، یعنی عنصر رو هم آورده که شما باورتون بشه آقا عنصرها هم خالص هستن. پس مثل و شکر خالصن که مثل عنصر شکر ترکیبه که در واقع همون ساکاروز بهش میگیم دیگه، 3:12:22:11. نمیخوایم، ما گفتیم کتابی میخوایم، فقط خواستم که یادآوری کنم. اما سکه و دوغ مخلوط هستن با توجه به اینکه از یک نوع ماده نیستن. سکه مثلا میدونی دیگه آلیاژ دیگه، پس اونم مخلوط به حساب میاد. ترکیب رو تعریفش رو بگم، از دو یا چند عنصر مختلف تشکیل شده باشه. اگر ماده از دو یا چند عنصر مختلف تشکیل شده باشه چه ترکیب، حالا اینا تبدیل میشن به یه ماده ها. ببینید مثلا همین شکر کربن داره، هیدروژن داره، اکسیژن هم داره، ولی میشه یه ماده. نمک خوراکی سدیم داره، کلر هم داره، میشه یه ماده. اما تو مخلوط نمیشن یه ماده. الان بریم سراغ توضیحاتش بهتر میفهمیم. باید یک نوع باشه تا ما بهش بگیم خالص، اما اگر یک نوع نباشه خالص آلیاژ مثل شکر از چند تا چیزه، درسته؟ اتفاقا جالبه اون هم چند تا عنصر هستن، چند تا عنصر فلزی شدن آلیاژ. خب البته خب معمولا حالا تو نافلزا کربن هم استفاده میشه، ولی چون یه ماده جدید با خواص جدید به وجود نمیارن بهش میگیم مخلوط. اما تو شکر، تو نمک
ترک خوراکی و تو ترکیب های دیگر یه ماده جدید با خواص جدید به وجود میاد. تفاوت مخلوط با ترکیب اینه که حالا بعضی ها شک میکنن، اینجوری هستش بچه ها، باید یک ماده جدید با خواص جدید به دست بیاد تا ترکیب نامیده بشه و ترکیب هم که خالص هستش. ببینید مراحل به دست آوردن شکر رو ما کاری نداریم، چی بوده، چی میشه، چی کارش بکنم، فلان. مهمی که فراورده نهایی اینه که شما الان در تصویر میبینید و استفاده میکنید. به همین خاطر بدون روزه شکدار گرفتن، شکر رو دیدید، حالا قهوه‌ای گفتن، سفید گفتن، فلان گفتن، ما روزه شکدار نمیگیریم. ما شکر رو یک ترکیب میدونیم و ترکیب رو خالص میدونیم. خب پس بچه ها حواستون باشه اون اسمی که برده میشه منظور ما اون فراورده نهاییش هستش که از روی اون عنصر ترکیب یا مخلوط بودنشون رو، خالص یا ترکیب بودنشون رو مشخص کنیم. اما در ادامه میریم سراغ دستبندی های مختلف مخلوط ها اما از جهات مختلف. مثلا یه بار اومده اونا رو از نظر حالت دستبندی کرده، میگه انواع گوناگونی از مخلوط ها شما میتونید درست کنید به حالت‌های مختلف. یعنی ما مخلوط جامد داریم مثل آجیل، مخلوط مایع داریم مثل آب لیمو، مخلوط گاز هم داریم مثل هوا. بچه‌ها این باد کنه که مهم نیست، هوای توش مهمه. پس ببینید یه دسته بندی انواع مخلوط ها از نظر حالت. هر سه حالت میتونه باشه، میتونه جامد باشه، میتونه مایع باشه، میتونه گاز باشه. بازم بچه ها هی دنبال اما و اگر را نرید، اگر این با اون قاطی شده بود، اگر اون، ولش کنید. ما گفتیم محصول نهایی ببینید چیه. ببین هوا، هوا ممکنه بخار آب دوش باشه، درسته؟ ولی خب ما میگیم هوا یک مخلوط گازی شکله دیگه، حالا به خاطر اون یه مقدار بخار آبه اون دیگه حالا کاری باش نداریم. هرچند بخار آب رو هم که میدونیم بازم حالات گازی داره. شاید بعضی شک بکنن آقا خب بعد به مایع تبدیل میشه، نه بازم ما میگیم گازی دیگه. ما کلی نگری میکنیم. آجیل که کاملا مشخصه جامده، آب لیمو مشخصه، آقا اون چیزی که توش هستش چی؟ اون طبیعی ها تنشین میشه؟ نه دیگه، ما داریم کلی نگاه میکنیم. آب لیمو رو مخلوط مایه در نظر میگیریم. خب این یک دستبندی بودش برای مخلوط ها. خود هوا که مخلوطه، آلودگی هم داشته باشه که خیلی دیگه مخلوط تره، فقط نوعشون با هم فرق داره. اجازه بدید ما بریم انواع مخلوط ها رو بررسی کنیم، اونجا میگیم دیگه. هوای پاک باشه یا هوای آلوده باشه، از این نظر یه تفاوت کوچولو با هم دیگه داره. خب اینجا میگه حالات فیزیکی رو مشخص کنید، که خب مشخص کردیم. بعد از چه اجزایی تشکیل شده، خب دیگه مشخصه دیگه، حالا مثلا آجیل، حالا الان روزم هستین دلتون نخواد، حالا بادوم داره، فندق داره، پسته داره، چیزهای مختلف داره. هوا هم که همون اصلی ها رو بگیم بسته دیگه، لازم نیست هر ده تاشو نام ببریم. معمولا ما نیتروژن و اکسیژن و
کربن دی اکسید و آرگون و اینا رو مثال میزنیم. و برای آب لیمو هم به همین ترتیب آب رو و در واقع اون لیمویی که توش قرار گرفته رو در نظر میگیریم. در مورد میوه ها آره دیگه، اونا رو مخلوط در نظر میگیریم. اما از اینجا شاید بشه گفتش که کتاب تازه اصل کارش رو شروع کرد تو این فصل. میگه یکی از ویژگی های مخلوط این است که اجزای تشکیل دهنده آن خواص اولیه خود را چی بچه ها؟ حفظ می کنند. این تعریف کلی مخلوط هاست که برخلاف ترکیب ها ماده جدید با خواص جدید به وجود نمیاد. ببین خواص اولیه خود رو حفظ میکنند. آجیل رو نگاه کنید، همه چی تابلوه، مشخصه پسته کدوم فندق، کدوم گردی، کدوم قشنگ، شما راحت هر کدوم دوستایی جدا میکنید. اما توی شکر میتونی کربنش رو جدا کنی، اکسیژن جدا کنی؟ نه. تو نمک میشه سدیم رو جدا کنی، کلر جدا کنی؟ خیر. ببین فرق اساسی ترکیب با مخلوط اینه، تو ترکیب خواص اولیه از بین میره، اما تو مخلوط خیر، خواص اولیه حفظ میشه. به قول کتاب که میگه خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی کند. که اومده برای من و شما مثال هم زده، مثال آب و نمک رو زده که توضیحات داده به چه شکلی منظورش چی هستش. میگه آقا نمک شوریشو از دست نمیده، آب هم خاصیت جاری شدنش رو از دست نمیده، خواصشون همون خواص قبلشون میمونه وقتی که با هم دیگه قاطی میشن. پس آب نمک یک مخلوطه، نمیتونیم اون رو ترکیب بنامیم به فکر این که خب آقا ما اصلا نمکشو نمیبینیم که. ببین نمک دیده نمیبینه، قرار نیست دیده باشه نشه، مهم که خواص حفظ شده. آب تا قبل از اینکه نمک توش قاطی بشه شور نبوده، وقتی نمک قاطی شده درست تو نمک رو نمیبینید، ولی وقتی میچشی میفهمی شوره، پس معلومه توش نمک هست. در مورد میوه ها هم که یکی بچه ها گفته بود گفتیم بله میوه ها و نمیدونم نوشیدنی ها و مواد خوراکی و غذا ها اینا که ما میخوریم اینا همه شون مخلوطن. حالا کتاب سیب، لقمه غذا و دوغ رو مثال زده و چیزهای دیگه که شما بلد هستید، اینا همشون مخلوط به حساب میان. اما اونم به همین ترتیب ماست هم در واقع یه جور مخلوط به حساب میادش. چون شیر دیگه بعد یه مقداری از اون در واقع مایه ماست رو بهش اضافه میکنن، باز هم نمیتونه ترکیب باشه که خالص به حساب بیاد، پس اونم جزء مخلوط هاست. ترکیب سیب چی؟ طاهری خود شیرم
مخلوطه، خود شیر مخلوطه، ماست هم که خب به طب مخلوط میشه. انشالله فرصت کنیم حتما میخوام همین کار رو انجام بدیم. آره فصل به فصل میخوام اینجوری بریم جلو. سیب مخلوطه. آره طاهری کلا میوه ها خدا عاجب اینکه چیز مختلف در کنار همدیگه هستند، ما اونا رو مخلوط میدونیم. حالا دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم. خود چیزای مختلفی توش هستن و خواصشون رو در واقع دارن دیگه، مواد مختلف خواصشون رو دارن، به همین خاطر میوه ها رو مخلوط مینامیم. خیلی خوب. آره بچه ها شما همه میوه رو مخلوط بدونید دیگه، روزه شکردار نگیرید ولش کنید، اذیت میشید اینجوری بخوایم یکی یکی رو جای صحبت کنیم. ما گفتیم کلی نگری میکنیم، عنصرها و ترکیبها رو خالص میدونیم، بقیه چیزها رو مخلوط میدونیم، میوه هم از اون دسته هستند. ترکیب خیلی چیزا رو داریم بچه، من نمیتونم یکی یکی مثال بزنم. تعداد ترکیب و تعداد عنصرها خیلی بیشتر هستش. فقط بهترین حالت اینه ببینید آیا ماده جدید با خواص جدید به وجود اومده یا نه. اگه ماده جدید با خواص جدید به وجود اومد به اون میگیم ترکیب، پس خالصه. اما اگر ماده جدید با خواص جدید به وجود نیومد اون خالص نیست. ببینید در مورد این چیزی آدم شک میکنه. ببینید الان دوباره داورفنا در مورد شیر سوال پرسیده، شک میکنه. ببینید خاک مثلا آدم شک میکنه، شیر، پارچه، ببینید چیزی آدم شک میکنه. ولی بچه ها اینا مخلوطن، اینا ترکیب نیستن. حالا ما بهش میگیم شیر و میخوریم میگیم بابا چه خوشمزه و فلان و شیر، ولی خب ببینیم که پروتئین توشه، چربی توشه، آب توشه، اینا و خواصشون رو حفظ کردن. ببین اینا خواصشون رو حفظ کردن. اینقدر بچه ها وارد جزئیات نشید، هم وقتمون گرفته میشه، هم شما هی سوال جدید به وجود بعد هی شک میکنید. کاری نشته باشید، همین که من بهتون میگم رو بپذیرید. الان زمان چونه زدن نیستش. خب یه بار دیگه میگم بچه ها، با عنصر که ما مشکل نداریم، عنصری که همه میدونیم چی هستش خالص، ولی در دوام سر ترکیب و مخلوطه. یه بار دیگه بگم ببین در ترکیب ماده جدید با خواص جدید به وجود میاد، اما مخلوط خیر مواد خواص قبلی خودشون رو حفظ میکنن، ماده جدید با خواص جدید به وجود نمیاد. بهترین مثال ما نمک و شکر. ببینید نمک، سدیم، تو عمرن بتونی خالی بخوریش، زبان تو داغون میکنه، دیدید تو آب واکنش میده. کلور، گاز تقریبا سمیه، نمیتونی بخوریش، ولی وقتی میشه نمک دلوپی میخوریش. شکر به همه ترتیب. کربن، کی آخه کربن میخوره؟ اکسیژن، اکسیژن که نمیخوره که نفس میکشن. هیدروژن، هیدروژن که میدونید یک گازی هستش که قابل اشتعاله، ولی وقتی میشه شکر ما به راحتی میخوریمش. اما توی
مخلوط ها خواص حفظ میشن. شاید آقا خب بگی آقا بالا ما مگه آب نمک مگه نمیخوریم، دوغ مگه نمیخوریم، بله، ولی نه خواصشون حفظ شدن، ماده جدیدی به وجود نیومده با خواص جدید. حالا ما اسمش گوشیم دوغ، اسمش گوشیم نمیدونم ماست، اسمش گوشیم فلان، اسم مهم نیستش، که مهم که خواص حفظ بشه یا نشه. اگر خواص حفظ میشه تغییر نکنه پس مخلوطه، اگر حفظ نشه خواص جدید وجود بیاد پس ترکیب میشه، ترکیب هم خالصن. فکر نمی کنم شکر همینجوری خود به خود آتیش بگیره. خب با اجازه خودم اینجا دیگه قطعش میکنم، میریم سراغ ادامه درسمون. سوالاتتون داره یه ذره پرت میشه. خب انواع مخلوط ها، ببین یه دستبندی دیگه اونجا یه دستبندی داشتیم، انواع مخلوط از نظر حالت، جامد داشتیم، مایع داشتیم، گاز داشتیم، این هم یه دستبندی داریم که خب این معروف تر از اون یکی هستش. مخلوط دو دستن، همگن ناهمگن، دیگه فکر نمی کنم دعوا داشته باشی، مخصوصا به اون آزمایش بسیار خاصی که من انجام دادم شما دیدید و گزارشش رو نوشتید، درسته؟ همگن یه ویژگی خاص خودشو داره، ناهمگن یه ویژگی خاص خودشو داره که حالا توی کتاب به بعضیش اشاره کرده دیگه. بچه ها توی آزمای فعالیتی مثلا بیرسید از مواد اشاره که ببین محتویات کدام بشر پس از همزدن شفاف است، کدام کدر است. حالا کتاب چی رو مثال زده؟ خاک رو و نمک رو گفته توی آب بریزید جدا جدا، ولی من مثلا تو آزمایشم نشاسته رو ریخته بودم و نمک رو دیدید دیگه، نمک شفاف بود اما نشاسته کدر بود، حتی آب سرد تکرار بود. حالا خاک که دیگه تابلو دیگه سرد و گرم نداره، کاملا مشخصه کدره. پس یکی از تفاوت‌های همگن و ناهمگن اگه خواستیم شما اینجوری میگید آقا همگنا شفافن ناهمگنا کدرن، بعد نگید آقا کجای کتاب بود ایناش، اینجای کتابه، درست شد؟ پس اینجا یکی از تفاوت‌های مخصوص همگن و ناهمگن رو گفته، اما تفاوت بعدی رو اینجا با یک توضیح اومده به من و شما یاد داده. در واقع یکی رو توضیح داده به تب یکی دیگه میشه برعکسش دیگه، درسته؟ میگه که در برخی از مخلوط‌ها ذره‌های مواد تشکیل دهنده مخلوط به طور یک نواخت در هم پراکنده‌اند. این نوع مخلوط‌ها را مخلوط همگن یا خودمونی بهش میگه محلول، که ما گفتیم بچه‌ها محلول رو بی‌خیال بشید همون بگید همگن، چون باز دوباره ممکنه قاطی کنید، همون بگید همگن دیگه. خب این تعریف همگنه، خب خیلی خوب، ما رو همین تعریف ناهمگن هم میگیم دیگه، به طور یک نواخت پراکنده نشن، خیلی راحت دیگه بچه. این هم یه تفاوت دیگه شون. پس اینجا الان به دو تا تفاوت اشاره شده. یه تفاوت هم که خودتون بلد بودید و صحبت شده بود که در واقع در مورد همگن و ناهمگن میگفتیم که حالا دیگه کاری نداریم چون گفتیم قرار شد بحث کتاب بریم، دیگه ذهنتون رو درگیر اونا نمی کنم، همین کفایت میکنه. البته اگر شما توی اون آزمون پایانی از چیزایی که بلدی درست بنویسید مشکلی ما نداره تو بحث نمرش، ولی خب چون قرار شد کتابی بریم جلو حالا ما داریم بحث کتاب بریم جلو. پس حالا اینجا گفته نمک و خاک یا هر چیز دیگه ما بگیم، شما بر همین اساس میتونید تشخیص بدید که تفاوت این دو تا چیه، پس کدومش همگنه کدومش ناهمگنه. اگه منظور شما فعالیت کتابه که گفتیم آب نمک شفافه،
همگنه، آب و خاک کدره، ناهمگنه. ناهمگنا کدرن بچه ها، اما همگنا شفاف هستن. ناهمگنا یک نواخت پراکنده نمیشن، اما همگنا یک نواخت پراکنده میشن. خب بعد در ادامه یه نوع از مخطوطات ناهمگن رو برای من و شما اومده، خواهش اومده برای من و شما نام برده و مثال زده، شما باید بلد باشید. اومده گفته شربت پادزیست که حالا ما تحت عنوان آنتیبیوتیک میشناسیم، هممون هم خوردیم، مصرف کردیم تو بیماری هامون، انشاءالله هیچ وقت دیگه بیمار نشیم، استفاده کردیم. یا مثلا شربت معده رو بعضی ها استفاده کردن، حالا اونه که مسن‌ترن شما انشاءالله هیچ وقت مبتلا نشید، اگر درست و به موقع و خوب غذا بخورید انشاءالله معدتون درد نمیگیره، نیاز به این شربت ندارید. میگه چی؟ میگه این نمونه های مخطوط ناهمگنن، اما یه نوع خاص اسمش هست، بهشون میگن تعلیقه یا سوسپانسیون. پس شما باید تعریف تعلیقه یا سوسپانسیون رو بدونید. خب آقا چی بگیم تو تعریفش؟ بگیم آقا یک نوع مخلوط ناهمگن جامد در مایع، مختصر و مفید. یک نوع مخلوط ناهمگن جامد در مایع، مثال هم شربت معده، شربت پادزیست یا همه آنتیبیوتیک، نمیدونم خاک شیر، شربت خاک شیر این چیزا. یا نمونه های دیگه که اینجا هم باز گفته، آره به قول آقا مثل خاک در آب. در ادامه میگه تعلیقه مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرات جامد به صورت معلق در مایع، حالا یا به قول خودش آب، پراکنده هستند، مثل دوغ و آب لیمو و شربت خاکشی رو، یا به قول ایشون خاک در آب و شربت معده و شربت آنتیبیوتیک و همه همشون تعلیقه یا سوسپانسیون هستند. اینم توضیحی در مورد تعلیقه یا سوسپانسیون که مخلوط ناهمگن، یه نمونه مخلوط ناهمگن بود. هرچند شما مخلوط ناهمگن زیاد بلدید، اما نمونه مختلف چه گفته بودیم، باز تأکید میکنم الان بحث ما بحث کتابه. فکر کنید شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان میده. نها کنید لیوان سمت راست رو مقایسه کنید با لیوان سمت چپ، کاملا مشخصه دیگه. ببین داره چی میشه، داره تهنشین میشه. آفرین، داره تهنشین میشه. به همین خاطر ما اینجا قشنگ بحث ناهمگن بودن رو میفهمیم. بعد از یه مدتی مخلوط ناهمگن چون یک نواخت پراکنده نمیشن، یه جا جمع میشن. حالا بعضیا میان بالا جمع میشن، بعضیا میان پایین جمع میشن. حالا این از این نمونه‌ای هستش که داره پایین جمع میشه، تکونش ندیم، کم کم میاد پایین جمع میشه. دقیقاً مخلوط ناهمگن نشون میده که ذره جامد میاد تهنشین میشه. بچه قرار شد با کتاب بریم جلو دیگه، به اون چیزایی که اضافه در از کتاب دارید بگید من جواب نمیدم. اون امورسیان ما هم یه توضیح داده بودیم، الان اینجا تو کتاب نیامده، پس ولش کنید، همین سوسپانسیون یا تعلیقه رو فعلا بدونید کافیه. آفرین، به قول اصلی یک نواخت پراکنده نمیشه تو تعلیقه. بله همون تفاوت همگر و ناهمگر اینجا اومده، درسته. بچه های دیگه هم اشاره کردن، آقای مدنی هم به همین اشاره کرده که یک نواخت پراکنده نمیشند.
درسته. خیلی خوب، بریم سراغ مطلب بعدیمون، اجزای تشکیل دهنده محلول که قرار شد ما بگیم مخلوط همگن که دیگه هی اذیت نشیم. ولی خب معلوم هم بگی اشکال نداره بچه ها، درسته دیگه، کتاب گفته شما بگید درست. دو جزء داره، همه تون هم بلدید، یه جزءشو بهش میگن حلال، یه جزء میگن حل شوند. تعریفشون هم بلدید، حلال ماده ای است که معمولا جزء بیشتری از محلول را تشکیل میدهد و حل شونده را در خود حل میکند. برای حل شونده هم میگیم ماده ای که در حلال حل میشود. حالا دوباره همون آب و نمک معروف رو مثال زده، یا هر مخلوط همگن دیگه که شما بلدید میتونید مثال بزنید. ولی خب دیگه حالا آب نمک بیشتر ازش استفاده میشه، هیچ اشکالی نداره. حالا شکر هم شما بگید تو آب و و و و مثالی فرق نداره. این فعالیت های همه آزمایشی بود که ما هم انجام دادیم. اینجا با 5 تا دیوان انجام داده بود، اینجا با 3 تا انجام داده بود. اگه یادتون باشه میخواد به ما بگی که ببین به نسبت های مختلفی اینو با هم حل میشن، نباید فکر کنی که فقط یک نسبت معینی باید باشه. نه، اون بحث انحلال پذیریه. خب آره، اما اگر نه نخواهی انحلال پذیری میشه. ببینید یک کم رنگ، دو یه ذره پر رنگ تر میشه، سه پر رنگ تر، چهار پر رنگ تر، پنج خیلی پر رنگ. خب شما هم میدونید اختلاف توی مقدار ماده حل شونده هست، درسته؟ بله، حلال که یکسانه اینا هاش، آب و نمک آب که یکسانه. تفاوت رنگ اینا به خاطر این هستش که مقدار حل شونده هاشون یکسان نیست. مثلا تو اولیه یه دونه قاشق ریختیم، تو بعدیه دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، به قول خودش کات کبود، همون مستولفات خودمون دیگه، CuSO4. این هم اینجوری شده، این هم دقیقا داره اینو میگه. چرا رنگ محلول با یکدیگر متفاوت است؟ میگه چون مقدار حل شونده در آنها متفاوت است، که دقیقا میخواد به این نکته اشاره کنه. برای تهیه محلول میتوان نسبت‌های مختلفی از حل شونده و حلال را با هم مخلوط کرد. دقت کن، نسبت‌های مختلف، یا قاشق، دو قاشق، سه قاشق، چهار قاشق، پنج قاشق. از هم تونه تو ادامه بدیم هرچقدر دلمون میخواد نیست، میدونید دیگه بالاخره تا یه حدی میشه. ولی خب بالاخره تو این حد هم نسبت متفاوت هند. خب بریم سراغ حالت فیزیکی همگنا. به قول ما، به قول کتاب، محلول ها همونطور که در مورد مخلوط ها گفته شد، اینجا هم به همین ترتیب میخواد اشاره کنه. توی مخلوط های همگن هم همین وضعیت هستش. میگه ببین، افزودن گلاب به آب، این یه جورشه که ما بهش میگیم مخلوط همگن مایع در مایع. ببین بچه ها، یه چیزایی دقیق تو کتاب نمیگه اما داره بهش اشاره میکنه. اگر ما گفتیم آقا یک مخلوط همگن مایع در مایع مثال بزنید، ببینید اینجا گفته کتاب، درست شد؟ خب اون یه چیز دیگه است دیگه، حالا الان بارم برسیم. در نوشابه را باز میکنیم، اینو من چرا هایلایتش نکردم، هایلایت کنم، این است. در نوشابه را باز میکنید، گاز از آن خارج میشود، مخلوط همگنه، شما بگید، بله آفرین، گاز در مایه، آقای مجد گفت، گاز در مایه، درست شد؟ پس اینا رو ببینید کتاب هست، بعد نیاد بگید آقا اینا شما گفتید کتاب، بعد تو کتاب ببینید چیزایی خودمون باید ازش متوجه بشیم.
داره انواع مخلوط های همگن رو برای منتون میگه. حالا دو تا نمونهش اینجا گفته، یکی مایع در مایع، یکی هم گاز در مایع. ای ببخشید این بالایی رو من جا گذاشتم بچه ها. نمک در آب، بگی مخلوط همگنه. بله جامد در مایع. بچه ها برعکس نگید اینا رو ها، اینا رو برعکس نگید ها، فرق میکنه. مایع در جامد فرق میکنه با جامد در مایع. ما الان فرض رو برای این گذاشتیم که حلالمون مایع باشه، حلالمون مایع باشه، پس حلال ما دوم میاریم بچه ها، یعنی مایع رو دوم میاریم، جامد در مایع، مایع در مایع، گاز در مایع. دقت کنید اول هر شونده رو میاریم بعد حلال رو میاریم بچه ها. پس این سه نمونه مخلوط همگن. یه نمونه هم اینجا گفته که حالا یه ذره با اونا فرق میکنه، آلیاژها محلولهای جامد در جامدند. قشنگ خودش اشاره میکنه جامد در جامد هم پس داریم همگن، همگن بچه ها، جامد در جامد. آفرین. و نمونه پنجم هوای پاک. ببین مکس کردم که شما هم بدونید هوای پاک محلولی از گازهای نیتروژن و اکسیژن و گازهای دیگر است. به قول شما بله همگن گاز در گاز، همگن گاز در گاز. پس پنج نمونه همگن ما اینجا یاد گرفتیم، جامد در مایع، مایع در مایع، گاز در مایع، جامد در جامد و گاز در گاز. این پنج تا رو باید بلد باشید با مثال، حالا چه مثال مثالای کتاب چه مثالای درستی که شما بلدید. همونطوری گفتیم مخلوط ها میتونن به هر سه حالت باشن، اینجا میگه آقا پس محلول ها یا مخلوط همگن هم میتونه سه حالت باشه، جامد باشه، مایع باشه، گاز باشه. خب آره اینو که از اول هم ما میدونستیم. وقتی میگه مخلوط ها اینجوری هم، خب مخلوط همگن هم جزء مخلوط هاست دیگه، فرقی نمی کنه که. آره دیگه آلیاژ طلای زینتی هم میشه بچه ها. ببین مجد اجازه بده اینا رو دیگه بیان نکنیم بچه ها، قاطی نکنن دیگه، چون اگر یاد باشه ما یه دونه مسئله اینجوری گفته بودیم. حالا به خاطر اینکه چشمت بی بلا، حالا به خاطر اینکه سوال تا جواب بده واقعا بچه ها بدونن، حالا ما اینو تو کتاب نداریم دیگه. برای مایع در جامد در واقع ما اون آبی رو که توی بعضی از فلزات وجود داره مثل فلاتین و اینا مثال زده بودیم، ولی خب اینجا دیگه ندارین، ولش کنید دستتون درد نکنه. خب یه ذره سرعت رو بیشتر کنیم بچه ها. بله این هم میتونیم بگیم که جهانی گفته. حالات فیزیکی هر یک معلول ها رو مشخص کنید. خب دیگه خیلی واضحه دیگه بچه ها، درسته؟ اینه که حالا کاری نشه باشید، اما با این قسمت دومش خیلی کار داشته باشید. حلال و حل شونده مشخص کنید. اینجا یه ذره دعوا پیش میاد بعضی وقتا، بعضی وقتا شما هول میشید قاطی میکنید بچه ها. سکه طلا، همه الان گفتیم طلای زینتی دیگه به اصطلاح، حالا طلا هم خودمونی هم بهش بگیم، همون خالص فرض نمی کنیمش دیگه، مگه اینکه بگه طلای خالص تو ما بگیم حالا فلان. خب توی سکه طلا حلال کیه؟ بله بعض از بچه ها زودتر گفتن، دست شما درد نکنه. حالا حل شونده هم بچه ها یکی بگیم کافیه. چی بگیم توی سکه طلا حل شونده رو؟
آفره نقره بگیم، بعضی ها مس میگن آره. ولی دیگه بچه هر فلز دوست دارید نگید ها، مثلا آهن دیگه میدونیم وجود نداره، همین نقره و مس معروفترن و بهترن و درسترن. بریم سراغ نوشابه. حلال آب حل شونده؟ آفرین. گاز کمون گاز کربن دی اکسید سی او دو آفرین. بریم سراغ چای شیرین. حلال بازم آب. البته اینجا چای هم بگیم اشکال نداره، ولی خب درستش آب دیگه، ولی چای هم بگیم اشکال نداره. حل شونده؟ بله شکر. بریم سراغ هوا. حلال آفرین نیتروژن بچه ها. چرا؟ چون گفتیم حلال اونیه که جزء بیشتری داره، هفت آفرین 78%ش نیتروژنه. حالا حل شونده هم دوست تا بلدیم، حالا یکیشو بگیم. آفرین اکسیژن راحت تر هستش، ما آرگون هم بلدیم، کربن دی اکسید هم بلدیم، چیز دیگه هم بلدیم. حالا خب معروفاش اینا هم دیگه، اما اکسیژن میگیم، مگر اینکه سوال از ما بیشتر بخواد، مثلا بگه دو تا حل شونده بگید، خب بلدیم اینا رو میگیم دیگه، کاری نداره که. خیلی خب دست شما درد نکنه. بریم سراغ چه مقدار حل شونده رو میتوان در آب حل کرد. یه بحث بسیار مهمی تحت عنوان انحلال پذیری، درسته؟ انحلال پذیری که اینجا به من رو شما میگه که اگر آزمایش رو در نمای 20 درجه سلسیوس انجام دهید، حدود 38 گرم نمک در 100 میلی لیتر که همون سی سی میشه دیگه، همون سانتی متر مکعب میشه، آب حل میشود. پس از آن اگر نمکی رو به محلول بیافزاییم در ته لیوان باقی میماند. آفرین. به قول مجد به این میگیم محلول سیر شده. محلول سیر شده یعنی چی؟ یعنی دیگه جا نداره، اشباع. درسته. سیر شده یا اشباع شده همین هستش دیگه، جا نداره. ولی خب کمترش که مشکلی نداریم، بیشترش مشکل داریم، چون تهنشین میشه دیگه. و چون توی کتاب حالا دیگه به اونا اشاره نکرده، اجازه بدید ما هم دیگه اشاره نکنیم، فقط در همین حد بدونید. پس در مورد نمک بدونید بچه ها، این سه تا عدد رو بلد باشید. دما باید 20 درجه سلسیوس باشه، آب باید 100 سی سی باشه، تا نمک 38 گرم باشه بشه سیر شده. درست شد؟ حالا اونا رو دیگه اصلی بله با اونا کار نداریم دیگه. خب این رو من اگه هایلایت کردم به خاطر اینکه مهمه بدونید این عدد رو بدونید، که یه وقت اگر ما عدد دیگه گفتیم بدونید این الان باید تنشین بشه یا اینکه نه هنوز جا داره که حل بشه. بله آقای جهانی مثلا شکر رو مثال زده، آقا تو کتاب نیست بلش کن دیگه. ما الان بحثمون بحث نمکه. این ستا آقای سولی ممنون. 100 سی سی آب، دما 20 درجه سلسیوس، آقای سولی ممنون، متشکرم.